رژیم امریکا بزرگترین دشمن فرازمینی ها میاد. درود به یکایک که شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین، خدمتگزار شما خادم شما مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها در خدمتتون دقایقی هستم. بپردازیم مانند همیشه به موضوع بسیار جذاب و حتما عجیب امروز. دوستان عزیزم، به تاریخ 7 ژانویه سال 2021، یعنی حدودای شاید یکی دو ماه پیش، سازمان CIA چیزی در حدود 3000 پرونده، بله 3000 پرونده از موارد رویارویی با موجودات فرازمینی رو از حالت کلاسیفای و طبقه بندی شده خارج کرده و بی سر و صدا در گوشه ای از سایت خودش آپلود کرده. حالا از کجا ما بدونیم که اصلا واقعا این اتفاق افتاده و چرا باید سازمان CIA بخواد 3000 پرونده خودشو توی سایتش بی سر و صدا آپلود کنه؟ باید بگم خوشبختانه یا شاید متاسفانه کشور ایالات متحده آمریکا مانند کشور خودمون نیست. کشور ایالات متحده آمریکا کشور قانونمندیه. در این کشور قانونی وجود داره به نام فویا، FOIA، یعنی گردش آزاد اطلاعات، یا به زبون خیلی عامیانه بگم دونستن حق همه مردمه. و به واسطه همین قانونه که سازمان CIA یا همون سیا و باقی نهادهای دولتی امریکا موظف هستند که کلیه پرونده های خودشونو از حالت محرمانه خارج کنند و در اختیار عموم مردم قرار بدند. بر اساس این قانون اونها موظف هستند که این کار رو حتما بکنند و به خاطر همین قانونه که امروز سازمان CIA یا همون سیا 3000 پرونده خودشو که در ارتباط با موجودات فرازمینیه از حالت طبقه بندی و کلاسیفای خارج کرده و در اختیار عموم مردم قرار داده و شبکه خودتون، یعنی همین شبکه، قصد داره برای نخستین بار در جامعه فارسی زبونها به سراغ این پرونده ها بره و هر از گاهی یکی دوتا از این پرونده ها که از حالت طبقه بندی شده و محرمانه خارج شده مورد کنکاش و بازخوانی قرار بده تا بلکه بیشتر، بهتر و دقیق تر با موجودات فرازمینی و پدیده بشقاب پرنده ها آشنا بشیم. این پرونده ها بسیار بسیار با ارزشه. چرا که همینطور که خدمتتون گفتم اینها اسناد طبقه بندی شده سازمان CIA و تمامی اونها بر پایه 100% حقایق رویداد است و به همین دلیل به قول قدیمی ها و به اصطلاح دیگه نمیشه به این پرونده ها انقرتی وارد کرد و تمامی اونها حقایق رویداد در کره زمین پیرامون مسائل ماورا و طبیعه و فرازمینی هاست. اگه موافق باشید با هم یه سری به این پرونده ها بزنیم.
نخستین پرونده‌ای که می‌خوایم با هم به اون نگاهی بندازیم مربوط میشه به سند شماره 9 که متعلق کشور شوروی یا روسیه فعلیه. این سند به تاریخ 23 اکتبر 1992 تهیه و تنظیم شده. حالا ماجرا چیه؟ دوستان، به تاریخ 24 ژوئیه 1992 گزارش داده میشه که خلبان یک فروند هواپیمای سوخو مدل 27 فردی به نام ولادیمیر پولوکانوف و هواپیماش به ناگهان از روی تمامی رادارهای زمینی محو شدند. داستان حالا چی بوده؟ در همون تاریخ 24 ژوئیه 1992 خلبان ولادیمیر پولوکانوف که یک خلبان نظامی عالی رتبه کشور شوروی بوده، برای انجام یک مانور و شلیک موشک به یک کشتی متروکه از زمین به هوا بلند میشه. مدتی از پرواز این خلبان نگذشته بود که در رادارهای زمینی کشور شوروی یک شیء بزرگ دیده میشه که کم کم به هواپیمای آقای لوکانوف نزدیک میشه. چند دقیقه بعد از داخل بیسیم هواپیما صداهای عجیب غریبی شنیده میشه و درست دقایقی پس از ثبت این اصوات و صداها هواپیما به اتفاق خلبان از روی رادار محو میشه و بعدش بلافاصله اون شیء غول‌آسا که به روی رادارهای نظامی کشور شوروی دیده شده بود، اون شیء هم از روی رادار محو میشه. در ابتدا گمان می کردند که پرواز دچار اختلال شده و خلبان و هواپیما سقوط کرده. بلافاصله دو فروند هواپیمای 66 و 68 از همون اسکاتران برای جستجوی این خلبان به اون منطقه پرواز می کنند، اما هیچ چیزی رو در اونجا پیدا نمی کنند. به اون دو فروند هواپیما دستور داده میشه که برای جستجوی خلبان و هواپیماش به دریایی که در اون نزدیکی مراجعه کنند. خلبان ها گزارش میدند که به روی دریا هیچ چیزی که حاکی از سقوط هواپیما باشه مشاهده نمیشه. رهبری جستجوی این پرواز و این خلبان به عهده فردی به نام آقای الکساندر نوسوف بوده. آقای الکساندر نوسوف در گزارش خودش این چنین می نویسه که ما تمامی مبادلات رادیویی خلبان با برج مراقبت و مورد بررسی قرار دادیم و هیچ نکته عجیبی در اونها پیدا نکردیم. جستجوی ما برای یافتن این پرواز و این خلبان تا کنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته. یکی از احتمالاتی که ما در رابطه با این پرواز و این هواپیما میدیم اینه که احتمال میدیم این پرواز و این خلبان توسط یک جسم ناشناخته مورد تهدید و سپس مورد روایش قرار گرفته و خلبان و هواپیما توسط همین جسم ناشناخته که منشأ زمینی نداره روبوده شده. در پایان این گزارش اومده که این دومین باریه که یک خلبان نظامی به طرز بسیار عجیب و مرموزی ناپدید میشه. پرونده برای جستجو تا به امروز کماکان بازه و تحقیقات در این زمینه در جریانه، اما تا به امروز هیچ اثر و یا نشانه‌ای از هواپیما و سرنوشت حال این خلبان به دست نیومده.
و اما مورد بعدی دوستان، این سند مربوط میشه به کشور تایلند، موردی که بیش از 63 سال از عموم مردم جهان پنهان شده بود. ماجرا چیه؟ دوستان، در عصر روز یک شنبه 9 فوریه 1958 اهالی روستایی در حوالی مرکز تایلند گزارش دادند که یک شیء پرنده ناشناس در ارتفاع بسیار کم داره پرواز میکنه. پرواز این شیء در ارتفاع بسیار پایین باعث جلب توجه روستاییان به این شیء شده. در این سند گفته شده که تا اینکه سرانجام این شیء تعادل خودشو از دست میده و در پشت کوهی سقوط میکنه. سقوط این شیء صدای مهیبی رو تولید میکنه. بلافاصله بعد از سقوط روستاییان زودتر از مأمورین دولتی به اون منطقه میرن و چیز بسیار عجیبی رو در اونجا مشاهده میکنند. اونها میبینن که یک سفینه فضایی فرازمینی در وسط جنگل در پشت کوه سقوط کرده. اونها سقوط یک جسم فرازمینی رو در روستای خودشون میبینن. بر اثر این سقوط آتش سوزی مهیبی ایجاد شده بود. بلافاصله سر و کله مقامات نظامی کشور تایلند تو اون منطقه پیدا میشه و اون منطقه رو کاملا قرق و قرنطینه میکنن. در ابتدا مقامات کشور تایلند گمان میکردن که یک هلیکوپتر در اون حوالی سقوط کرده، اما وقتی که به نزدیکی اون جسم میان بازه متوجه میشن که این یک وسیله پرنده بیگانگانه. بعد از اینکه توسط نیروهای دولتی اون منطقه کاملا محاصره میشه و بسته میشه، مأمورین نظامی کشور تایلند سربازان رو مأمور میکنند تا وجب به وجب اون منطقه رو، سانت به سانت اون منطقه رو که چیزی در حدود 14 کیلومتر بوده رو بگردند تا بقایای باقی مونده از اون جسم سقوط کرده رو پیدا کنند. در این سند گفته شده که گویا مقامات کشور تایلند تونستند برخی از قطعات اون شیء رو بازیابی کنند و در صنعت خودشون به کار ببرند. و دلیل این که پای کشور امریکا به این سند باز میشه اینه که گویا هنگامی که این شیء سقوط میکنه، معاون کنسولی امریکا در کشور تایلند حضور داشته و از این موقع مطلع میشه و طبق همین سند گزارش خودشو به سازمان CIA بدین شکل ارائه میکنه. همینطور که بیشتر خدمتتون گفتم، بر اساس قانون فویا دولت موظفه که هر 30 سال و در نهایت هر 60 سال یک بار گزارشات خودشو برای عموم مردم منتشر کنه. اما گزارش این سقوط به قدری مهم بوده که دولت تا به همین سال 2021 از منتشر کردن اون خودداری کرده. از زمان سقوط این سفینه ناشناس تا به امروز قریب به 63 سال میگذره. و اما مورد بعدی دوستان، مورد بعدی مربوط میشه به کشور زیبا و پهناور و عزیز خودمون ایران. بر اساس یک سند از اسناد سازمان CIA در تاریخ 20 تیر ماه سال 1391 در محل سکوهای گازی پارس جنوبی لاشه موجود عجیب و خلقه‌ای توسط پرسنل دریایی شناور مستقر در منطقه رویت شده. در این سند گفته شده که این موجود شبیه به هیچ گونه شناخته شده از حیات به روی زمین نیست. همچنین گزارش شده که از چند صد متری بوی تعفن و لاشه این موجود باعث شده بوده که هیچ کس توانایی نزدیک شدن به اونو نداشته باشه. در این سند گفته شده که دم این موجود شبیه تمساح، تنش شبیه نهنگ و سرش شبیه به حیوانی مانند کروکودیله. این موجود غولاسای عجیب الخلقه به هیچ عنوان در گونه های حیاتی شناخته شده در کره زمین جای نمیگیره. از سرنوشت این موجود و لاشه به دست اومده هیچ گزارشی تا به امروز داده نشده.
خیلی اسکراف داریم. ما توی شیفت یه شیفت بعدش رو علی وجدانت علی وجدانت اگه بگیریم برنده یه ماه قشنگ بچه ها رو سیر میکنه. یه ماه؟ از خود تنبیه بگیر که یعنی فورجن میاندازه یه ماند برای صدا هم از پس شنیدن که بابا ماننده بگیرن یه کوبیده دایناسور بزنید. از خود تنبیه بگیر ده میشم میشم بیا بگیر بگیر آقا اگر هرکی خواست رب داخل میری تو بدنش و این شاخهاش ها حالا خوب بگیر حالا خوب بگیر مثل چیه؟ بابا نهنگ بابا نه با نهنگ نه نهنگ چی؟ دومش دوری نیست نهنگ بابا نهنگ دهنش مثل نهنگ ولی نه والا دهنش مثل نهنگه ولی دومش چی؟ دومش دومش بود باری که دومش این آفتاب و گونی سوخ زده نگاه دومش بگاه چی فهم مثل این سوخ زده بوده سوخ زده برای امارت تو رب بکیده آقا این سوخ زده بوده عباد این چربی شان روغنش نگاه چی رو گل میخوره بودو بوده بودی برده بیا چربیش رو گل میخوره دومش بعد دومش گمراه کننده نگاه اندازه اینه اندازه شناوره تا اونجا شناخته شده ترین موارد در رابطه با رویاروی انسان‌ها با موجودات ارزمینی و شاید یکی از کلاسیک ترین این پرونده‌ها مربوط میشه به فردی به نام آقای لانی زامورا یا لونی زامورا. آقای زامورا یک افسر راهنمای رانندگی در شهر نیومکزیکو در ایالات متحده امریکا بود. ماجرای آقای زامورا شاید یکی از کلاسیک ترین پرونده ها در رابطه با رویاروی انسان ها با موجودات فرازمینی باشه و همواره بارها و بارها بسیاری بودند که پرونده آقای زامورا رو مورد انتقاد قرار دادند و از اون ایراد گرفتند و بارها به ایشون انگ دروغگو زدن. آقای زامورا در سال 2009 سرانجام دیده از جهان غروب است. اما ماجرای پرونده آقای زامورا چه چیزی بود؟ در اوایل صبح روز 24 آوریل سال 1964 میلادی لانی زامورا در جایگاه خودش در کنار جاده ایستاده بود. شغل ایشون در اون زمان کنترل ماشین هایی بود که با سرعت اتوبان طی می کردن و ماشین هایی که با سرعت بسیار زیاد می خواستن جاده ها رو طی کنن شناسایی می کرد و اونها رو متوقف می کرد. در همین صبح روز 24 آوریل 1964 میلادی آقای زامورا مشغول تعقیب یک خلافکار بود. در اوایل تعقیب آقای زامورا ایشون به ناگهان از کنار جاده یک صدای مهیب انفجار یا تصادف رو میشنوه و سپس یک نور بسیار خیره کننده رو میبینه. بعد از اینکه آقای زامورا این صدا رو میشنوه از تعقیب اون ماشین خلافکار چشم پوشی میکنه و به دنبال منشأ این صدا میگرده تا سرانجام موفق میشه از فاصله 50 متری یک شیء رو که گویا شبیه به یک تخم مرغ نقره‌ای بود ببینه. زامورا در فاصله 50 متری از اون شیء یک نور خیره کننده رو دید. به عنوان افسر پلیس به خودش این اجازه رو داد که به این موضوع بپردازه و پس از ارتباط با مرکز فرماندهی تصمیم گرفت که فاصله‌اش رو با اون شیء کمتر کنه. این بار آقای زامورا به حدود 20 متری اون شیء رسیده بود. در فاصله 20 متری از اون شیء آقای زامورا
متوجه میشه که این جسمیه که داره مشاهده میکنه یک وسیله تخم‌مرغی شکل به روی چهار پایه که هیچ گونه درب و پنجره‌ای هم در اون شی تعبیه نشده. دقایقی از این ماجرا نگذشته بود که در کنار اون شی آقای زامورا دو موجود شبح مانند نقره‌ای رنگ رو میبینه. این دو موجود شبیه به انسان بودن، با این تفاوت که گویا صورتی نداشتند و اصلا گویا جسمی نبودند، چون به حالت شبح دیده میشدند. آقای زامورا این دو موجود رو میبینه که در اون بیابون شروع به دویدن میکنن. هنگامی که آقای زامورا تصمیم میگیره که اون دو موجود شبح مانند رو بره از نزدیک مشاهده کنه، به ناگهان متوجه میشه اون دو موجود دیگه به روی سطح بیابون نیستند، گویی که به داخل اون وسیله تخم‌مرغی شکل رفتن، اون هم وسیله‌ای که نه در داره نه پنجره. آقای زامورا میگه که از دیدن این قضیه، از دیدن این ماجرا، حسابی غرق تعجب شده بود. دیدن این صحنه ها و این تصاویر باعث میشه که آقای زامورا حس کنجکاویش بیش از پیش تحریک بشه و این بار خودشو به فاصله چند متری از اون شی برسونه. هنگامی که به فاصله چند متری اون شی میرسه، آقای زامورا به روی بدنه این شی تخم مرغی یک حرف یا یک سمبل یا یک نشانه رو میبینه. در واقع گویا تنها چیزی که به روی این بدنه تخم‌مرغی رنگ دیده میشد همین یک نماد بود. در واقع گویا تنها چیزی که به روی بدنه این شیء فرازمینی مشهود بود و به طور کاملا واضح خود نمایی میکرد شکل یک حرف یا یک نماد یا یک سمبول بود. این حرف و نماد و یا این سمبول شبیه به هیچ کدام از حروف آلفابت به روی کره زمین و یا نمادهای شناخته شده ارگان‌ها و شرکت‌ها در اون دوران نبود. این نماد تشکیل شده از یک چتر و یا یک پیکان با یک حرف مساوی در بالا و پایین این پیکان بود. همینطور که آقای زامورا مشغول تماشای این شیء فرازمینی در فاصله 3-4 متری بود، به ناگهان این شیء با صدا و شعله و حرارت بسیار روشن شد و از روی زمین با همین سر و صدا که شبیه به پیشرانه‌ها و موشک‌های امروزی بود کنده شد. ولی نکته عجیب این ماجرا در اینجا بود که برعکس تمامی موشک‌ها و سفینه‌ها و یا آلات ساخته دست بشر که تا هنگام خروج از جو کماکان موتور روشن کار می‌کنه، این وسیله فرازمین هنگامی که چیزی در حدود 4-5 متر زمین رو ترک کرد، موتورهای پیشرانه اون خاموش شد و با نیروی دیگر شروع به حرکت کرد. بعد از اینکه این شی از جلوی دیدگان آقای زامورا عبور کرد و در آسمان ناپدید شد، مدتی بعد آقای زامورا نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و همچنین پلیس و کارگاهان چیره دست آمریکایی رو برای تعریف کردن این ماجرا به اون محل فراخوند. تیمی از کارشناسان متخصص به اون منطقه اومدن، با بررسی خاک زمینی که اون شیء تخم‌مرغی در اون محل قرار گرفته بود متوجه شدند که خاک‌ها و شن‌های به زیر اون شیء تخم‌مرغی بر اثر حرارت بسیار بسیار بالا این سنگ‌ها تبدیل به شیشه شدند. ماجرای آقای زامورا بسیار صدا کرد، با اینکه در کل قاره امریکا این ماجرا در تمامی روزنامه ها و جراید اون دوره نوشته شد. عده‌ای همواره آقای زامورا رو
مورد اتهام قرار میدادند که ایشون دروغ میگه، تا اینکه در همین اسناد تازه منتشر شده از سازمان CIA که در تاریخ 7 ژانویه سال 2021 ماجرای پرونده همین آقای لونی زامورا بود، در این اسناد کاملا به وضوح مشخص شد که آقای زامورا در تمام این مدت از حقیقت ماجرا سخن می گفته، در تمام این مدت به طور کاملا مخفیانه ایشون در زیر نظر بودند. و اما مورد بعدی، مورد بعدی دوستان مربوط میشه به یک مکان خیلی دوردست. اگه گفتید کجا؟ جنوبگان، قطب جنوب یا همون آنتارکتیکا. بنا به گزارش سازمان CIA و بر اساس یک سند از سازمان CIA که از حالت طبقه بندی شده خارج شده، در ماهای ژوئن و ژوئیه سال 1965 بیگانگان در قطب جنوب حضوری پررنگ داشتند. حالا ماجرا چه چیزیه؟ دوستان شاید خودتون بهتر از من بدونید که قطب جنوب مکانیه که بین 20 کشور تقسیم شده. گزارشی که امروز من میخوام به شما بدم و جزو اسناد سازمان CIA مربوط میشه به بخشی که در کنترل کشور آرژانتینه. بنا به گزارشی که از منطقه‌ای که در کنترل کشور آرژانتینه داده شده، همچنین در مناطقی که کشورهای شیلی و انگلستان در اون منطقه از قطب جنوب ادعای حاکمیت دارند، در ماهای ژوئن و ژوئیه سال 1965 بشقاب پرنده بیگانگان در قطب جنوب در ارتفاع پایین به وضوح رؤیت شده. شاهدان همگی گزارش دادند که در این مکان چندین بار اشیاء ناشناس پرنده در ارتفاع پایین پرواز داشتند. بنا به گزارش شاهدان در ماه‌های ژوئن و ژوئیه سال 1965 بیگانگان با سفاین پرنده خود در مناطقی که در تحت قلمرو و حاکمیت کشورهای آرژانتین، شیلی و انگلستان بودند، اونها در این مناطق دیده شدند. شاهدان سفاین پرنده بیگانگان رو همانند یک نربکی وارونه با چراغ‌های رنگی مختلف و گوناگون توصیف کردند. سفاین پرنده بیگانگان با چراغ‌های زرد، قرمز، نارنجی و آبی توصیف شدند. بر طبق این گزارش گویا این سه کشور یعنی آرژانتین، شیلی و انگلستان قصد داشتند از طریق ارتباط بی سیم با سفاین پرنده بیگانگان ارتباط رادیویی برقرار کنند. بنا به گزارش همین سند، سربازان سه پایگاه آرژانتین، شیلی و انگلستان همگی بیگانگان رو با سفاین پرنده ناشناس خودشون در ارتفاع پایین به وضوح دیدند. رؤیت بیگانگان در قطب جنوب در اون دو ماه به قدری زیاد شده بود که خبر حضور بیگانگان با سفاین پرنده ناشناس در مطبوعات کشورهای آرژانتین و شیلی بازتاب داده شده و در روزنامه‌های کثیرالانتشار این دو کشور یعنی کشورهای آرژانتین و شیلی مقالات گوناگون و متنوعی در این دو ماه درباره بیگانگان در قطب جنوب داده شده. حتی در رسمی‌ترین روزنامه کشور شیلی در صفحه نخست با تیتر بزرگ از حضور بیگانگان در قطب جنوب گفته شده.
اینطور که در این سند اومده سه کشور آرژانتین، شیلی و انگلستان مات و متحیر هر روز بیگانگان رو با سفاین پرنده خودشون در جنوبگان مشاهده می کردن. و اما مورد بعدی. مورد بعدی دوستان مربوط میشه به دو شب پیاپی 24 و 25 ماه فوریه سال 1950. در دو شب پیاپی در ماه فوریه، یعنی روزهای 24 و 25 همین ماه فوریه، یک شی دیسک مانند بر فراز پایگاه نظامی آلاموگوردو به پرواز در اومده. در دو شب پیاپی 24 و 25 ماه فوریه سال 1950 این شی که همونطور که خدمتون گفتم شبیه به یک نربکی وارونه توصیف شده، در ارتفاع کمتر از 30 متر در فراز این پایگاه نظامی آلاموگوردو دیده شده. در این پایگاه نظامی ادوات و سلاح‌های هسته‌ای نگهداری می شده. این پایگاه یکی از معروف‌ترین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا برای نگهداری سلاح‌های هسته‌ایه. سلاح‌هایی که در این مرکز نظامی نگهداری میشه بارها و بارها خطرناک‌تر از تمامی سلاح‌های هسته‌ایه که در جنگ با ژاپن آمریکا از اون استفاده کرده. بر طبق گزارش این سند و بنا به گفته شاهدان عینی، این شی دارای چراغ‌های نارنجی، زرد، قرمز و آبی بود. هنگام گذر این شی از پادگان به تمامی پرسنل این پادگان فرمان آماده باش کامل داده شده بود، اما همچنین به اونها توصیه شده بود که از آتش گشودن به سمت این شی جدا خودداری کنند. گزارش حضور این شی بر فراز این پادگان سرانجام به فرماندهی استراتژیک نیروی هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا و سازمان امنیت ملی آمریکا رسید. پس از اون ماموران CIA وارد ماجرا شدند تا ببینند بر سر این پایگاه نظامی چه گذشته. به دلیل مورد بسیار امنیتی و حساس این سند، کماکان با وجود اینکه بیش از 60 سال از این ماجرا گذشته، هنوز که هنوزه بخش‌های بسیار بزرگی از این ماجرا در این اسناد سیاه شده و قلم گرفته شده. در این گزارش ها فقط گفته شده که در دو شب پیاپی 24 و 25 فوریه سال 1950 درست در ساعت 2 بامداد این شی بر فراز این پادگان و این پایگاه نظامی دیده شده. پیش از اون نیز در سال 1930 در ساعت 10 شب یک بار دیگه این شی بر فراز این پایگاه نظامی دیده شده. مدت زمان حضور این شی در هر شب 30 دقیقه بوده و در تمام مدت 30 دقیقه این شی بر فراز این پایگاه نظامی حضور داشته. اینجور که مشخص شده از این شی تصاویر و ویدیوهای بسیار زیادی تهیه شده، اما هیچ کدوم اونها در این سند وجود نداره. چندی پیش حرفای یک بانوی فضانورد انگلیسی در ارتباط با ماهیت موجودات فرازمینی جنجالی بزرگ به پا کرد. حالا این بانوی فضانورد انگلیسی کی بود؟ و چه ارتباطی میتونه بین سخنهای این بانوی فضانورد انگلیسی و پرونده‌های مرموز CIA باشه؟ باید در ادامه همراه من باشید تا خدمتتون عرض کنم. هلن شرمن
دوستان، هلن شرمن یک بانوی شیمیدان انگلیسیه. ایشون به این لقب مفتخره که جوانترین بانوی بوده که تا به امروز تونسته وارد ایستگاه فضایی میر بشه. خانم هلن شرمن در سن 27 سالگی در سال 1991 به مدت 8 روز به عنوان یک پژوهشگر در یک مأموریت فضایی حضور داشت. هنگامی که این بانوی جوان از این مأموریت بازگشت، حرفای بسیار عجیبی زد. حرفا و سخنهای این بانوی فضانورد جنجالی بزرگ به پا کرد. ایشون به این موضوع اشاره کرد که موجودات فرازمینی و بیگانگان فضایی بدون هیچ تردیدی در بین ما حضور دارند. همچنین بانو هلن شرمن یک ویدیوی کوتاهی هم در روز 21 ماه مه 1991 از کارها و رفتار خودش در ایستگاه فضایی میر منتشر کرد. همین ویدیو بود که جنجالی بزرگ رو به پا کرد و پای سازمان CIA رو به وسط کشید. حالا این ویدیو چه چیزی بود؟ دوستان، بانو هلن شرمن از پنجره ایستگاه فضایی میر تونست تصاویر حضور یک UFO سیگار شکل رو در کنار ایستگاه فضایی میر ثبت و ضبط کنه. در این ویدیوی کوتاه به وضوح مشاهده میشه که یک UFO سیگار شکل دقایقی در کنار ایستگاه فضایی میر بوده و بانو هلن شرمن هم فرصت و غنیمت شمرده و با دوربینی که در اختیار داشته این تصاویر رو ثبت و ضبط کرده. به دلیل اینکه در اون زمان شبکه‌های اجتماعی مثل امروز آنچنان گسترده نبود و اینترنت هم آنچنان پیشرفته نبود، خوشبختانه برای دولت انگلستان و متاسفانه برای علاقه‌مندان به پدیده‌های فرازمینی و فراطبیعی، تصاویر این ویدیوی واقعی و بسیار عجیب نشد که به طور گسترده پخش بشه. اما همون مقدار محدود هم که این تصاویر منتشر شد باعث جنجالی عظیم شد. خیلی سریع کشور انگلستان از روی این موضوع گذر کرد. در اسناد و مدارکی که به تاریخ 7 ماه ژانویه سال 2021 از سازمان CIA منتشر شده، درباره این موضوع یک سند منتشر شده. در این سند به طور کاملا آشکار و واضح گفته شده که تصاویر این بانوی فضانورد از یک حقیقت داره صحبت میکنه. سازمان CIA به عنوان کسی که در این ماجرا دخیل شده به تصاویر این بانوی فضانورد بسیار اهمیت قائل شده و این تصاویر رو مورد مطالعه قرار داده. سرانجام اونها به این نتیجه رسیدند که این UFO سیگار شکل کاملا حقیقی و واقعی بوده و دقایقی در کنار ایستگاه فضایی میر به سر برده و ویدیو و تصاویر این بانوی فضانورد کاملا حقیقی و واقعیه. در این سند همچنین اشاره شده که بجز سازمان CIA، سازمان اطلاعات و امنیت کشور روسیه هم به این موضوع بسیار حساس بوده و اونها هم ویدیوی این بانوی فضانورد رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. اونها هم همچنین تایید کردند که تصاویر این ویدیو کاملا حقیقی و واقعیه و باید
در ارتباط با حضور بیگانگان در کنار عیساهای فضایی تدابیری اندیشیده بشه و شاید خالی از لطف نباشه که خدمتتون بگم در تاریخ 22 فوریه سال 2020 بار دیگه این بانوی فضانورد انگلیسی بانو هلن شرمن با شبکه معتبر CNN در ارتباط با ماهیت وجود موجودات فرازمینی مصاحبه کرد. در این مصاحبه نیز ایشون یک بار دیگه به حضور بیگانگان در کنار عیساهای فضایی و همچنین به روی زمین در کنار ما اشاره کرد. اما مورد بعدی دوستان مربوط میشه به تاریخ 9 ژوئیه سال 1952 در آلمان شرقی. بر اساس یک برگه از اسناد سازمان CIA در تاریخ 9 ژوئیه سال 1952 میلادی یک شهروند کشور شوروی یا روسیه فعلی هنگامی که در کشور آلمان زندگی میکرده تونسته بیگانگان فرازمینی رو از نزدیک در کنار سفینه اونها مشاهده کنه. هنگامی که این مرد 46 ساله شوروی تبار با موتورسیکلت خودش و دختر 11 سالش در جنگل‌های آلمان شرقی مشغول رانندگی بودند، به ناگهان لاستیک عقب موتورسیکلت این شهروند شوروی تبار سوراخ میشه. اون مرد 46 ساله برای تعمیر موتورسیکلت خودش پیاده میشه. بعد از تعمیر متوجه میشه که دخترش در کنار موتور حضور نداره. مدتی رو دنبال دخترش میگرده تا اینکه سرانجام متوجه میشه دخترش در وسط جنگل غرق در تماشای دو موجود فرازمینی و سفینه فضایی اونهاست. این دو موجود فرازمینی در وسط جنگل گویا فرود اومده بودند. اونها ظاهری کاملا شبیه به انسانها داشتند و بنا به گفته این شهروند لباسی که ظاهری فلزی و نقره‌ای داشته اون دو موجود فضایی به تن داشتند. و اما مورد بعدی، یکی دیگه از اسناد تازه منتشر شده سازمان CIA در ارتباط با حضور فرازمینی ها به روی زمین مربوط میشه به سندی به تاریخ 10 سپتامبر سال 1976. این سند مربوط میشه به رویارویی غیر منتظره یک هواپیمای مسافربری با یک جسم کروی بسیار درخشان. بر اساس این برگ از اسناد سازمان CIA پرواز شماره 831 مربوط به شرکت هواپیمایی اروپا و انگلستان در هنگام پرواز با یک شیء ناشناخته روبرو میشه. بر اساس این برگ از اسناد سازمان CIA در ساعات پایانی روز 10 سپتامبر سال 1976 پرواز شماره 831 هواپیمایی انگلستان هنگامی که این پرواز از مسکو عازم لندن بود بر فراز آسمان اروپا در ساعات پایانی روز 10 سپتامبر سال 1976 در ارتفاع 9900 متری با یک شیء بسیار درخشان و نورانی برای دقایقی روبرو میشه. مواجهه با این شیء نورانی دقیقاً بر فراز مرز کشور لیتوانی رخ داده.
در این سند اومده که خلبان گزارش کرده که یک شیء بسیار بسیار درخشان و نورانی که نوری مایل به زرد و سفید از اون ساطع می شده و درخشندگی همانند لامپ های نئون داشته، این پرواز رو برای مسیری طولانی دنبال می کرده. بلا فاصله هر دو خلبان و همچنین مهندس پرواز در این هواپیما با فرودگاه کشور لیتوانی تماس گرفتند و گزارش حضور این شیء درخشان در کنار هواپیما رو به پایگاه لیتوانی دادند. تمام مسافرین حاضر در این پرواز و همچنین خدمه این پرواز همگی این شیء نورانی و کاملا درخشان رو در کنار هواپیما دیدند. پس از گزارش خلبان به پایگاه لیتوانی، کشورهای روسیه و همچنین انگلستان نیروی هوایی خودشون رو در حالت آماده باش قرار دادند. در اون دوران کشور لیتوانی هنوز بخشی از کشور شوروی و یا روسیه بوده. بلا فاصله یک فروند هواپیمای جنگنده روسی از پایگاه به هوا برخواسته و به دنبال این هواپیما اومده. اما درست هنگامی که وارد حریم هوایی اروپا شده، از این جنگنده روسی درخواست شده که حریم هوایی اروپا رو ترک کنه و به پایگاه خودش در روسیه مراجعه کنه. پس از مراجعت این جنگنده روسی به پایگاه خودش در روسیه، نیروی هوایی کشور آلمان یک فروند هواپیمای جنگنده خودشو به دنبال این هواپیما اعزام کرده. هنگامی که این جنگنده آلمانی به نزدیکی این هواپیما میرسه، اون شیء نورانی هواپیما رو ترک کرده و در آسمان در دل شب ناپدید شده. یکی دیگه از اسناد طبقه بندی شده سازمان CIA که به تاریخ 7 ژانویه سال 2021، یعنی همین چند ماه پیش، از حالت کلاسیفای خارج شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته، پرونده‌ای در رابطه با یک کشور شاید غیر آفریقایی، کشور کنگو. بنا به یک سند سازمان CIA به تاریخ 16 اوت سال 1952 گزارش داده شده که بیگانگان فرازمینی دیده شدند. در این گزارش گفته شده که اجسام عجیبی حداقل برای 2 روز بر فراز معدن اورانیوم کشور کنگو بلژیک پرواز کردند. تمام کارگرهای معدن این بشقاب‌های پرنده رو با چشم‌های خودشون از نزدیک دیدند. همینطور که شاید بهتر از من می‌دونید، اورانیوم عنصریه که به عنوان سوخت راکتورهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیره. کشور کنگو بلژیک کشوریه که در استعمار کشور بلژیک زمانی بوده. تنها ماده موجود معدنی در کشور کنگو معادن اورانیومه که تمامی این معادن به کشور انگلیس فروخته شده. در اون دورانی که بمب اتم خیلی داغ و هات بود و هر کشوری به هر شکلی میخواست یک نوعی از این بمبو به دست بیاره، ایالات متحده آمریکا برای اینکه بتونه سوخت راکتورهای خودشو به دست بیاره، محتاج کشور کنگو شد و از طریق خرید معادن این کشور تونست به انواع و اقسام سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنه. خواهش میکنم به یاد داشته باشید که در سالهایی که ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه شروع به ساخت نخستین بمب‌های هسته‌ای کردند و اونا رو برای نخستین بار آزمایش کردند، این آزمایشات هسته‌ای باعث شد که توجه بیگانگان فرازمینی به کره زمین دوباره معطوف بشه.
آزمایشات هسته‌ای این کشورها بار دیگه توجه فرازمینی ها رو به سمت زمین معطوف کرد. در گزارش سازمان CIA این چنین گزارش شده که اشیاء دیسک مانند فلزی همچنین بسیار نورانی هر روز در اطراف معادن اورانیوم پرواز میکردن. پرواز بیش از حد این اشیاء توجه کارگران و همچنین مقامات کشور آمریکا رو به قضیه فرازمینی ها معطوف کرد. دلیل حضور فرازمینی ها هنگام آزمایش های هسته‌ای چیزی نیست جز اینکه ما انسان ها از سال 1945 تقریبا کشتار جمعی رو به وسیله بمب های اتمی یاد گرفتیم و این بیگانگان فرازمینی بسیار نگران آینده بشر و همچنین کره زمین هستند. تنها خط قرمز فرازمینی ها برای ما انسان ها استفاده از بمب های کشتار جمعی یا شاید بهتر بگم بمب های اتمه. دلیل این که در هر کشوری که آزمایش هسته‌ای انجام میشه خیلی سریع اون کشور شناسایی میشه چیزی نیست جز وجود همین فرازمینی ها. اجازه بدید خدمتون بگم که تمامی کشورهایی که از انرژی هسته‌ای به هر نوع و بهانه‌ای، چه به بهانه صنعت برق، چه به بهانه دانش پزشکی و چه به بهانه بمب اتم، به هر شکل استفاده می‌کنند، خیلی خوب می‌دونند که حضور بیگانگان و بشقاب‌های پرنده بر فراز اماکنی که در اونجا به نوعی از انرژی هسته‌ای در استفاده میشه چیز بسیار طبیعیه. و اما مورد بعدی، در یک سند از اسناد سازمان CIA که مربوط میشه به تاریخ دسامبر سال 1966 گزارش شده که یک شیء پرنده ناشناس در روز 10 دسامبر سال 1966 در ساعت 13 یعنی 1 ظهر در کشور آنگولا سقوط کرده. در این سند همچنین گفته شده به محض سقوط اون شیء پرنده ناشناس بیگانه ارتش آنگولا اون منطقه رو به طور کامل محاصره کرده و بقایای اون سفینه سقوط کرده رو جمع آوری و سپس بازیابی کرده. در این سند همچنین تصاویری از بقایای به دست اومده از اون جسم فرازمینی سقوط کرده دیده میشه. پس از مدتی بنا به همین سند این شی مستقیما از دست مردم کشور آنگولا خارج شده و به طور کاملا ویژه و محرمانه به سمت ایالات متحده آمریکا ارسال شده. مستندات این پرونده به قدری زیاد و دقیقه که به هیچ وجه جای شکی در حقیقت این ماجرا باقی نمیذاره. بنا به گزارش همین سند اون بشقاب پرنده یا اون شیء ناشناس سقوط کرده دقیقاً شبیه به توپ کریکت ورزش کریکت بوده. همچنین در این سند گفته شده که نیروی هوایی امریکای شمالی بسیار علاقمنده که بدونه ماهیت این شیء پرنده از چه چیزه. دوستان، دلیل علاقه ایالات متحده امریکا به سفاین پرنده بیگانه چیزی جز به دست آوردن فناوری و تکنولوژی درون اونها نیست. همینطور که خودتون بهتر از من میتونید در طی 40 و 50 سال گذشته به ناگهان ما انسانها جهشی فوق‌العاده در تکنولوژی و صنعت داشتیم. خیلی ها متعجب هستند انسانی که 12,000 سال بنا به اسنادی
حالا برخی ها میگن بیشتر، برخی ها میگن کمتر، اما انسانی که 12,000 سال یک رویه نرمال و عاری برای پیشرفت رو داشته، چطور میشه که در عرض 40 تا 50 سال یک رو به این سطح از تکنولوژی برسه؟ تکنولوژی های مانند لباس ضد گلوله، عینک دید در شب و همچنین موارد بیشمار دیگه مانند فیبر نوری. واقعا به نظر شما ها انسان ها چطور تونستید در طی 40 یا 50 سال به این سطح از دانش برسید؟ خیلی ها بر این عقیده هستند که تکنولوژی به کار رفته در بشقاب های پرنده باعث شده که ما انسان ها بتونیم از دانش بیگانگان خرازمینی به نوعی استفاده یا شاید سوء استفاده بکنیم. در این گزارش ما متوجه میشیم که آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا تمامی کشورها رو به طور دقیق زیر نظر داره تا چیکار کنه؟ تا اگر روزی در یکی از اون کشورها گزارشی از سقوط یک شیء فرازمینی ناشناخته داده شد، بلافاصله به هر شکل و طریق و روشی که میتونه اون شیء رو به دست بیاره و مورد مهندسی معکوس خودش قرار بده. و اما مورد بعدی، در یک سند از اسناد مربوط به سازمان CIA که به تاریخ 7 ژانویه سال 2021 آزاد شده، گزارشی وجود داره که مربوط به سال 1992 میلادیه. این گزارش مربوط میشه به رهگیری یک فروند UFO توسط 10-15 فروند جنگنده کشور کره جنوبی. در این گزارش گفته شده که کشور کره جنوبی گزارش کرده که یک شیء ناشناس پرنده بیگانه که ماهیتی کروی داشته وارد حریم هوایی کشور کره جنوبی شده. دولت و ارتش کره جنوبی به محض اینکه از حضور این شیء فرازمینی اطلاع حاصل کردند، بلافاصله تعداد 15 فروند از جنگنده‌های تیز پرواز خودشون رو به دنبال این شیء پرنده ناشناس فرستادن. تمامی جتایی که در این عملیات حضور داشتند مسلح به موشک بودند، موشک‌هایی برای رهگیری، موشک‌هایی که به هر شکل به هدف اصابت می‌کنند. جالب اینجاست این شیء پرنده ناشناس بیگانه در جای خودش کاملا ثابت منتظر ورود این جنگنده ها وایساده. به محض ورود جنگنده ها به نزدیکی این جسم پرنده ناشناس، در کمتر از چند ثانیه این شیء پرنده ناشناس از جلوی چشم جنگنده های تیز پرواز کره جنوبی غیب میشه. سرعتی که این جسم پرنده ناشناس داشته برای تمامی خلبان ها غیر قابل باور و همچنین غیر قابل توصیح گزارش شده. این گزارش در کشور کره جنوبی نوشته شده. کشور کره جنوبی بخشی از ناتو، همچنین یکی از شریک‌های تجاری ایالات متحده آمریکا. به همین دلیل ایالات متحده آمریکا به این گزارش حساس شده و اون رو در پرونده‌های خودش جای داده. در این گزارش گفته شده که دولت کره جنوبی پیشنهاد داده که از تعقیب UFO ها خودداری کنید، چرا که تعقیب اونها کاری بیهوده برای ما انسان هاست. ما انسان ها هیچ و قادر نخواهیم بود که یک شیء پرنده ناشناس رو تعقیب کنیم. دوستان، نمیدونم شما خاطرتون میاد یا خیر،
تو مدرسه راجب چهاب سنگ بزرگ تونگوسکا با همه ما در درس جغرافی صحبت کردند. بنا به گفته ویکی‌پدیا در ساعت 7:17 صبح روز سه‌شنبه 30 ژوئن سال 1908 یعنی یه چیزی در حدود بگید 110-112 سال پیش که برابر میشه با 10 تیر ماه سال 1287 خورشیدی، انفجار مهیبی در نزدیکی رودخانه تونگوسکا واقع در پودکامینایا که در حال حاضر به عنوان سرزمین کراسکو یارسک که اسم سختی هم داره کراسکو یارسک روسیه شناخته میشه به وقوع پیوست. این انفجار بسیار بزرگ و حائز اهمیت. در رابطه با این انفجار شهر تونگوسکا خیلی تا امروز نظریه گفته شده، اما عموماً و همینجور که در درس جغرافی خوندیم علت اون رو مربوط به انفجار یک قطعه سنگ آسمانی بسیار بزرگ یا یک شهاب سنگ یا یک ستاره دنباله دار در ارتفاع 5-10 کیلومتری از سطح زمین میدونن. مطالعات مختلفی جهت تخمین اندازه این جسم صورت گرفته ولی هیچکی تا امروز نتونسته اندازه اونو به دست بیاره و این ماجرا رو عجیب تر میکنه. نکته عجیب این ماجرا اینه که شهاب سنگ باید قاعدتاً به زمین بخوره تا انفجار صورت بپذیره، اما این شهاب سنگ در هوا گویا منفجر شده. خب کلام یه چیز عادیه، داریم شهاب سنگایی که قبل از برخورد با زمین در آسمون منفجر میشن، اما این انفجار 5 مگاتن تا بیش از 30 مگاتن ماده انفجاری TNT قوی تر بوده، شاید یه چیزی در حدود 300 برابر، نمیدونم، بذارید عدد نگم. خلاصه خیلی قوی تر از انفجار هیروشیما و ناکازاکی با هم دیگه. بله، قدرت این انفجار از بمب هسته‌ای آمریکا 300-400-500 برابر بیشتر بوده. همین الان چشمم افتاد به یک نوشته در ویکی‌پدیا. در این نوشته قدرت این انفجار رو حدود 1000 برابر قدرتمندتر از انفجار اتمی هیروشیما نوشته. یه چیزی برابر بشه با بمب تزار، بزرگترین بمب اتمی بشر. در این انفجار بیش از 80 میلیون درخت در مساحتی بالغ بر 2150 کیلومتر مربع کاملا از زمین ریشه کن شد. شوکی که این انفجار به کره زمین وارد کرد در حدود 5 ریشتر تخمین زده شده، یعنی این انفجار زمین رو به میزان 5 ریشتر لرزونده. چی شد که راجع به این شهاب سنگ تونگوسکا با شما صحبت کردم؟ همجور که متوجه شدید 110-112 ساله همه دارن به ما میگن یه شهاب سنگ اومده توی روسیه خورده زمین و 80 میلیون درخت رو نابود کرده، 1000 برابر قدرتمندتر از بمب هیروشیما بوده. ما هم همه تا به امروز چون تو مدرسه اینو آموختیم یک واقعیت میدونیم و دربارش بحث نمی کنیم. اما بنا به یک سند رسمی از سازمان CIA این انفجار بزرگ نه کار یک شهاب سنگ یا یک سیاره دنباله دار بلکه توسط یک بشقاب پرنده ایجاد شده. بله، باورتون میشه؟ میدونم شاید باور نکنید، اما بنا به یک سند رسمی از سازمان CIA انفجار بزرگ تونگوسکا به وسیله یک بشقاب پرنده ایجاد شده. خوشبختانه این منطقه کاملا دور افتاده است و هیچ گونه سکنه‌ای در اونجا حضور نداره، اما گمان زنی میشه چنانچه یک منطقه مسکونی بود بیش از 99.5% از مردم اون شهر از شدت انفجار بخار یا تبخیر میشدن. دولت شوروی اون دوران و روسیه امروز هیچ و مایل نبوده پیرامون این انفجار بزرگ تحقیقات گسترده
گسترده‌ای انجام بشه. اما نگو خودشون یواشکی تحقیقاتشون رو کردن و در اسناد خودشون این چنین گفتند که این انفجار بر اثر برخورد یک شهاب سنگ یا یک سیاره دنباله دار با زمین نبوده، بلکه انفجار یک ضد ماده بوده. بذارید راحتتون کنم. با مطالعه دقیق این سند، یکی از 3000 سند آزاد شده توسط سازمان CIA، ما فقط به یه نتیجه میرسیم. میدونید چی؟ که هرچی تو مدرسه و درس و دانشگاه خوندیم بندازیم این ستاش خواب، همش فقط دروغ بوده. بذاریم در کوزه آبشو بخوریم. در این برگ از اسناد سازمان CIA به طور کاملا دقیق بعد از 112-13 سال در رابطه با این ماجرا با ما صحبت میکنه. در سطر به سطر این سند مدام تاکید شده که این انفجار تنها به وسیله یک جسم ناشناخته فرازمینی یا UFO انجام شده. سازمان CIA ها چجوری به این سند دست پیدا کرده؟ گویا در اون دوران که اتحاد جماهیر شوروی یک گروهی و مأمور تحقیق پنهانی به روی این ماوقع کرده بود، یکی از افسران یا یکی از کارمندان اون گروه تحقیق یک جاسوسه و تمامی این نوشته ها حاصل دسترنج اون جاسوسه. اینجور که مشخصه، این جاسوس میگه که دانشمندان کشور شوروی بیش از 10 سال روی این انفجار مطالعه کردند. در حدود 60 مرتبه از این مکان نمونه برداری کردند. با بیش از 100 تن از بومیان اون حوالی در رابطه با این انفجار گفتگو کردند. این مطالعات و بررسی ها در سال 1967 انجام شده. رئیس این گروه تحقیق که بیش از 10 سال از عمر خودشو پای این ماجرا گذاشته، یک دانشمند روسی تبار به نام آقای الکساندر کازانسپ که ایشون یک استاد فیزیک دانشگاه بزرگ مسکو در اون زمان بوده، سرانجام و محصل 10 سال تحقیق این گروه در نوشته های آقای الکساندر کازانسپ این چنین بوده که قطعا و یقینا اون چیزی که باعث به وقوع پیوستن این اتفاق شده چیزی جز انفجار یک بشقاب پرنده نبوده. اما در دلیل این انفجار دو نظریه گفته شده. نظریه نخست اینه که به طور عمد این انفجار توسط بیگانه های فرازمینی، اونم نوع بدخواهش، صورت گرفته. اما در نظریه دوم این چنین گفته میشه که یک سفینه بزرگ مادر فرازمینی مشغول تحقیق به روی سیاره زمین بوده. بنابر دلیلی که منشأ اون مشخص نیست، شاید به واسطه یک اختلال در سیستم اون بشقاب پرنده باعث میشه که این انفجار صورت بپذیره. و از اونجا که سوخت این نوع از بشقاب پرنده ها از انرژی هسته‌ای تأمین شده، دلیل این انفجار عظیم همون ترکیدن این بشقاب پرنده اعلام شده. در گزارش این جاسوس آمریکا این چنین اومده که دلیل این انفجار هر چیزی که باشه، این انفجار بجز عوامل تخریبی که داشته، یک خاصیت بزرگ برای کشور شوروی داشته. چه خاصیتی؟ مگه انفجار هسته‌ای میتونه خاصیت داشته باشه؟ بله، چون گویا در خلال تحقیقات 10 ساله این گروه، اونها تونستند تکه هایی از این سفینه فضایی و یا این بمب منفجر شده رو به دست بیارن و دلیل پیشرفت کشور شوروی در قضیه بمب های هسته‌ای هم همین ماجرا بوده. اونها تونستند به وسیله به دست آوردن قطعاتی از این بمب یا از این بشقاب پرنده به دانش ساخت اون پی ببرند.
و ماحصل تحقیقات اونها رسیدن به دانش هسته‌ای بوده. و اما مورد بعدی دوستان، در ارتباط با سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری کشور چینه. در ساعت 7:10 صبح روز 24 نوامبر سال 1992 میلادی، پرواز شماره 3943 خطوط هواپیمایی چین جنوبی که از پکن عازم شهر گانگجو بود، به ناگهان بدون دلیل خاصی 53 دقیقه بعد از ترک فرودگاه، این پرواز در داخل کوهستان‌های چین در نزدیکی دیوار چین سقوط میکنه. تعداد 131 تن از مسافرین این پرواز و همچنین 10 تن خدمه این پرواز همگی در این ماجرا جون خودشونو از دست میدن و کشته میشن. دولت کشور کمونیست چین دلیل سقوط این پرواز رو اختلال فنی در موتور این هواپیما و همچنین عدم توانایی کنترل هواپیما به توسط خلبان اعلام میکنه. برادر خلبان اصلی این پرواز شماره 3943 خطوط هواپیمای کشور چین که خود این شخص هم یک خلبانه، بعد از شنیدن دلیل اعلامی کشور چین از این موضوع بسیار ناراحت شده و تصمیم به تحقیق در رابطه با علت سقوط این پرواز میگیره. اما دولت کشور چین اجازه این تحقیق رو به این خلبان نمیده و پرونده رو مختوم اعلام میکنه. یک بگ از اسناد تازه منتشر شده سازمان CIA مربوط به این واقعه و این ماجراست. در گزارش سازمان CIA در ارتباط با دلیل سقوط این پرواز اینچنین گفته شده که خلبان هنگامی که در اواسط راه بوده، به ناگهان از روبرو با یک جسم پرنده ناشناخته روبرو میشه. خلبان قصد داشته و تصمیم میگیره که با یک مانور از کنار اون جسم ناشناخته عبور کنه، اما سرعت اون جسم ناشناخته به قدری زیاد بوده که قبل از انجام هر کاری اون جسم از زیر بال سمت چپ هواپیما عبور میکنه. فاصله گذر از زیر این هواپیما برای جسم ناشناخته به قدری کم بوده که سرانجام متاسفانه با یکی از موتورهای این هواپیما تصادف میکنه و این موتور دچار حریق و آتش سوزی میشه. پس از اون خلبان توانایی کنترل هواپیما رو از دست میده. سرانجام این هواپیما به صورت کاملا عمودی به داخل کوهستانهای چین شیرجه مرگ میزنه و جایی در نزدیکی دیوار چین سقوط میکنه. و اما مورد بعدی دوستان مربوط میشه به کشور کوبا. در یک برگ از اسناد تازه منتشر شده سازمان CIA که به تاریخ 7 ژانویه سال 2021 از حالت طبقه بندی خارج شده، گزارشی از رویارویی ارتش کشور کوبا در سال 1967 میلادی با بیگانگان فرازمینی داده شده. در اون دوران، در زمانی که فیدل کاسترو رهبر کشور کوبا بود، امریکا و کوبا دارای تنش‌های فراوانی بودند. این برگ از اسناد سازمان CIA مربوط میشه به تاریخ 2، 3، و 4 مارس سال 1967 میلادی. در این سند گفته شده که در تاریخ 2 مارس سال 1967 میلادی، ایالات متحده آمریکا
مشغول جاسوسی از کشور کوبا بود. از شنود بی سیم کشور کوبا، ایالات متحده آمریکا توجه میشه که در صبح روز دوم مارس سال 1967 میلادی، دو فروند هواپیمای نظامی کشور کوبا مشغول تعقیب یک شیء ناشناخته پروازی بیگانگان یا همون UFO هستند. در این عملیات که نیروی دریایی کشور کوبا هم حضور داشته، از جانب خلبان یک بالگرد که متعلق به نیروی دریایی کشور کوبا بوده گفته شده که دو فروند جنگنده تیز پرواز نیروی هوایی کوبا مشغول تعقیب یک شیء ناشناخته پرنده بیگانه هستند. در این برگ از اسناد رسمی سازمان CIA گفته شده که نیروی هوایی کشور کوبا متوجه حضور یک شیء پرنده ناشناس در خاک خودش میشه. این UFO از منطقه مکزیک وارد حریم هوایی کشور کوبا شده. نیروی هوایی کشور کوبا بلافاصله دو فروند جنگنده تیز پرواز خودشو به دنبال این شیء پرنده ناشناس میفرسته. در اون دقایق گارد ساحلی کشور کوبا هم گزارش میده که توسط یک فروند بالگرد خودش تونسته این شیء پروازی بیگانگان رو در منطقه مشاهده کنه. در دقایق بعدی رادار زمینی کشور کوبا هم به این دو ارگان میپیونده و با هم تشکیل یک مثلث تعقیب و جستجو رو میدند. بعد از دقایقی یکی از دو فروند هواپیمای جت تیز پرواز کشور کوبا که فرمانده عملیات بوده تصمیم میگیره فاصله خودشو با شیء ناشناس پرنده کمتر کنه و به نزدیکی اون بره. به محض اینکه در فاصله چند متری از اون شیء پرنده ناشناس این جنگنده تیز پرواز قرار میگیره، بدون هیچ دلیلی به ناگهان هواپیما در آسمون متلاشی میشه. در این گزارش همچنین گفته شده که از جانب شیء پرنده ناشناس هیچ گونه شلیکی صورت نگرفته، اما به دلایلی کاملا نامشخص هنگامی که این جت تیز پرواز به نزدیکی این بشقاب پرنده میرسه در هوا متلاشی میشه و هواپیما سقوط میکنه. متاسفانه به دلیل فوق سری بودن این عملیات مابقی این گزارش کاملا قلم گرفته شده و سیاه شده. اینطور که از لابلای این نوشته ها متوجه شدم و نمیدونم تا چه حد درست درک کردم، گویا پس از اینکه هواپیمای جت تیز پرواز فرمانده عملیات در آسمون متلاشی میشه، از رادار زمینی به دیگر جنگنده پیام عدم تعقیب فرستاده میشه و اون جنگنده هم بعد از دقایقی دور میزنه و به پایگاه خودش برمیگرده. پرونده 16 از مجموعه 3000 پرونده سازمان CIA. به تاریخ 5 ماه می سال 1978 در کشور بولیوی در شهر تاریا که از شهرهای مرزی کشور بولیویه، در ساعت حدودای 5 بعد از ظهر به ناگهان از آسمان یک شیء مثلثی که در اصطلاح یوفولوژی به اون TR-3B میگن سقوط کرد. این حادثه تا به امروز یکی از عجیبترین اتفاقات رویداده در کشور بولیویه. از این حادثه به عنوان رازول کشور بولیوی هم نام بردن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ماجرا چه چیزیه؟ دوستان، در روز شنبه مورخ 5 ماه می سال 1978 در ساعت حدود 5 بعد از ظهر، ساکنین شهر تاریا با
با نور درخشان و صدای مهیبی روبرو شدند. بزرگی این انفجار به حدی بود که بخشی از تپه‌ای که این یو اف او روی اون سقوط کرده از وسط به دو نیم شد. هنگام سقوط این یو اف او به روی این تپه، نور بسیار درخشانی سراسر منطقه رو کاملا روشن کرد و همین واقعه باعث شدش که پای سازمان CIA هم به وسط کشیده بشه. و دوستان، این برگ از اسناد رسمی سازمان CIA مربوط میشه به این واقعه و این حادثه. در این برگ از گزارشات رسمی سازمان CIA به وضوح و کاملا شفاف تمامی این اتفاق گزارش داده شده و با جزئیات بسیار زیاد تک تک لحظات این حادثه ثبت و ضبط شده. دقایقی پس از سقوط این یو اف او از شهر تاریا که از شهرهای مرزی کشور بولیویه و با کشور آرژانتین هم مرزه، گزارش این اتفاق به پایتخت و دیگر شهرهای کشور بولیوی داده شد. در بعد از ظهر همون روز نیروی هوایی کشور بولیوی پس از اینکه از این حادثه باخبر شد، سه فروند هواپیمای شناسایی خودش رو به منطقه اعزام کرد. عملیات شناسایی با موفقیت انجام شد و گزارش هواپیماها به مرکز داده شد. در گزارش این سه فروند هواپیمای شناسایی این چنین گفته شده که این جسم ناشناخته مربوط به سیاره زمین و ساخته دست انسان‌ها نیست. پس از این گزارش، ارتش کشور بولیوی و همچنین سازمان اطلاعات و امنیت کشور بولیوی هم وارد این ماجرا شدند و هر کدوم نیروهای خودشونو برای دریافت اطلاعات بیشتر به این منطقه اعزام کردند. در روز بعد از این سقوط، به ناگهان در پایگاه سانتا کروز در کشور بولیوی چند فروند هواپیمای کشور ایالات متحده آمریکا وارد شدند. اینطور که از محتویات این سند سازمان CIA ما متوجه میشیم، گویا در قاره آمریکا یک تعهدنامه و یا یک قراردادی بین تمامی کشورهای قاره آمریکا هستش که اگر زمانی جسم ناشناخته فرازمینی در یکی از این کشورها سقوط کرد، اون کشور موظفه که مراتب رو سریعا به کشور ایالات متحده آمریکا اطلاع بده و بعد از اطلاع هماهنگی‌های لازم رو با کارشناسانی که ایالات متحده آمریکا به اون منطقه اعزام می‌کنه انجام بده. و گزارش نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا هم این چنین گفته شده که این جسم کاملا ناشناخته است و ساخته دست انسان‌ها نیست. در این گزارش همچنین نوشته شده محل سقوط این جسم در چند متری مرز کشور آرژانتینه. در گزارش نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا همچنین خاطر نشان شده که دولت، ارتش، نیروی هوایی، دانشمندان و کلان مردم بولیوی قادر نیستند تحقیقات گسترده‌ای به روی این جسم ناشناخته بکنن. به همین سبب به اونها پیشنهاد شده که این شی رو در اختیار کشور آمریکا قرار بدن و دولت کشور بولیوی هم از این پیشنهاد استقبال کرده. دو روز بعد از این واقعه هواپیمای C-130 هرکولس ایالات متحده آمریکا وارد فرودگاه لاپاز در کشور بولیوی شده. در این هواپیمای C-130 هرکولس ایالات متحده آمریکا همچنین یک فروند هلیکوپتر برای انتقال این جسم وجود داشته. در این برگ از اسناد سازمان CIA همچنین گفته شده که در نهایت دقت و ظرافت بقایای این جسم سقوط کرده توسط هلیکوپتر به داخل هواپیمای
C-130 انتقال داده شده. در حال حاضر این جسم ناشناخته فرازمینی که به اون TR-3B هم میگن در کشور ایالات متحده آمریکاست و تحقیقات ویژه‌ای برای بازیابی این شی انجام شده. و اما مورد بعدی، به تاریخ اول آوریل سال 2001 میلادی یک فروند هواپیمای EP3 متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بر طبق مأموریتی که داشت جهت شناسایی بر فراز دریای کشور چین مشغول پرواز بود. با وجود اینکه این پرواز در قسمت آب‌های بین‌المللی که متعلق به کشور خاصی نیست در حال پرواز بود، اما این امر برای دولت چین گرون به شمار اومد و این پرواز شناسایی و کشور چین یک اقدام جاسوسی اعلام کرد. همچنین کشور چین اعلام کرد که هواپیمای آمریکایی با این کار به اونها حمله کرده. بنابراین کشور چین دو فروند هواپیمای جنگنده خودشو برای رهگیری این هواپیما به دنبال این پرواز فرستاده. این دو فروند هواپیمای کشور چین تصمیم داشتن که با نزدیک شدن به پرواز آمریکایی اون هواپیما رو مجبور به ترک منطقه کنند. از داخل پرواز شناسایی کشور آمریکا ویدیویی به دست اومده که در اون ویدیو که کم کیفیت هم هستش به وضوح نشون داده میشه که دو فروند هواپیمای چینی به طرز بسیار خطرناکی به هواپیمای آمریکایی نزدیک شدند. فاصله پرواز دو فروند هواپیمای چینی با هواپیمای کشور آمریکا کمتر از چند متر تنها بوده. قلبانان چینی مانورهای بی‌پروایی رو در کنار هواپیمای آمریکایی انجام دادند. با این کارشون اونها می‌خواستند هواپیمای دشمن رو از منطقه فراری بدند، اما این کار منجر به یک تصادف بزرگ و وحشتناک شد. اینطور که بعدها مشخص شده، گویا این دو خلبان چینی پیشتر هم عملیاتی از این دست رو چندین بار انجام دادن و در فراری دادن هواپیماهای کشور آمریکا بارها موفق عمل کردند. یکی از این دو خلبان‌ها با عنوان خلبان بی‌پروا و جسور در کشور چین کاملا شناخته شده بوده. این خلبان کشور چین پس از اینکه بارها و بارها هواپیمای آمریکایی نزدیک میشه، در یکی از دفعاتی که قصد مانور و گذر از زیر بال هواپیمای آمریکایی رو داشته، فاصله رو به طور دقیق گویا محاسبه نمیکنه و با پروانه موتور هواپیمای آمریکایی تصادف میکنه. در هنگام تصادف بدنه هواپیمای جنگنده چینی موتور هواپیما رو از کار میندازه و موتور رو به دو نیم میکنه. اما همچنین خود جنگنده چینی هم در آسمان به دو نیم میشه و لحظاتی بعد خود هواپیمای چینی هم در آسمان منفجر میشه و خلبان جنگنده کشته میشه. بلافاصله با پرواز امریکایی تماس رادیویی برقرار میشه و به خلبان گفته میشه که با مقامات کشور چین گفتگو شده و اونها چراغ سبز برای فرود اضطراری در جزیره هاینان که از استانهای کشور چینه داده شده.
پس از اسکورت هواپیمای آمریکایی با هواپیمای چینی، این هواپیما برانجام در این جزیره فرود میاد. بعد از فرود این پرواز، تازه جنگ دیپلماتیک بین دو کشور آمریکا و چین در میگیره، هر یک دیگری رو مؤثر قلمداد میکنه. رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و چین سراسر روز رو با هم به جنگ رسانه‌ای مشغول میشن. دولت چین اعلام میکنه که ایالات متحده آمریکا به حریم هوایی اون تجاوز کرده و با این کار درگیری نظامی رو میخواسته آغاز کنه. اما در پاسخ ایالات متحده آمریکا میگه که در آبهای بین المللی بوده و هرگز قصد حمله به کشور چین رو نداشته و برعکس این کشور چینه که با ورود به آبهای بین المللی قانون بین المللی رو زیر پا گذاشته و امریکا رو به دروغ مهاجم قلمداد کرده. این جنگ و نبرد سیاسی و دیپلماتیک بیش از 12 روز طول میکشه. سرانجام پس از 12 روز مذاکره، چین کمی کوتاه میاد و خلبان و خدمه اون پرواز رو آزاد میکنه و هواپیما رو که تقریبا نیمه متلاشی شده بوده ایالات متحده آمریکا تحویل میده. شاید به جرئت بشه بگیم که این یکی از پرتنش‌ترین فصل‌ها در تاریخ سیاسی دو ملت آمریکا و چین بوده که میتونسته در هر لحظه تبدیل به یک جنگ جهانی بشه. اما این چنین نشد و هر دو کشور آمریکا و چین تا 20 سال بعد از این ماجرا هم کماکان به مبادلات سیاسی و تجاری خود ادامه دادن. با این حال اما در یک سند از اسناد تازه منتشر شده سازمان CIA، قسمت تاریک این ماجرا که هرگز در رسانه ها اعلام نشد فاش شد. در این برگ از اسناد سازمان CIA به وضوح اعلام میشه که در اون اتفاق حقیقت ماجرا چه چیزی بوده. اینطور که در اسناد سازمان CIA مشخص شده، در روز 1 آوریل سال 2001 به جز این که دو هواپیمای چینی به هواپیمای شناسایی آمریکا نزدیک میشدند، گویا یک پرواز دیگه هم در اون حوالی بود. یک شیء پرنده ناشناس با فاصله کمی هر سه هواپیما رو از دور نظاره‌گر بود و از دور مشغول داد و بسد دو کشور آمریکا و چین بود. این شیء پرنده ناشناس شاید چیزی در حدود 40 تا 45 دقیقه هر سه هواپیما، یعنی دو هواپیمای چینی و همچنین هواپیمای آمریکایی رو از دور نظاره‌گر بوده. این شیء پرنده ناشناس درست هنگامی که هواپیمای چینی با بال هواپیمای آمریکایی تصادف میکنه و در هوا منفجر میشه، از اون لحظه به بعد دو هواپیمای دیگر رو تعقیب نمیکنه و از اونها فاصله میگیره. در این برگ از اسناد سازمان CIA ما متوجه میشیم که بیگانگان علاوه بر این که در روی زمین نظاره‌گر اعمال ما هستند و ما رو از دور نظاره میکنند، آنها همچنین در آسمان ها نیز مراقب ما هستند و کاملا بی صدا از دور نظاره‌گر کارهای ما انسان ها، جنگ ها، دوستی ها، نبرد های ما با یکدیگر هستند. کسی به درستی نمیدونه اونها در اون دقایق به چه چیزی فکر میکردند. آیا این رفتار ما انسان ها برای اونها تازگی داشت و یا اینکه نه، فقط با یک لبخند تمسخرآمیز به جنگ های ابلهانه ما نگاه میکردند. دوستان، بنا به گزارش سازمان CIA و بنا بر یک سند از سازمان CIA، یک بشقاب پرنده بسیار مرموز در سال 1980 در کشور پرو رویت شده. بنا به همین سند از سازمان CIA، شیء مذکور نام برده شده در 11 آوریل سال 1980 در یک پایگاه نیروی هوایی کشور پرو که حداقل 1880 تن انسان در اون حضور داشتند رویت شده. حالا ماجرا چه چیزی بوده؟
در ساعت 7:15 صبح روز 11 آوریل سال 1980 به ستوان یکم خلبان آقای اسکار سانتا ماریا هاوارتا که در اون زمان خلبانی با 8 سال تجربه پرواز بود دستور داده شد که با جنگنده سوخوی 22 خودش از زمین بلند بشه و شی عجیب نقره‌ای رنگی رو که در نزدیکی پایان خط پرواز فرودگاه به صورت معلق روی هوا رویت شده بود و رهگیری کنه. این شی در انتهای باند پرواز نیروی هوایی به روی آسمون برای ساعاتی کاملا معلق مانده بوده و به هیچ تماس رادیویی پاسخ نمی داده. در ابتدا مقامات کشور پرو گمان می کردن که این شی یک بالون جاسوسیه و چون این بالون در منطقه ممنوعه نظامی بود امنیت کشور پرو رو داشت به چالش می کشید. آقای اسکار سانتا ماریا هوارتا با جت سوخوی 22 خودش از زمین بلند شد تا ارتفاع 2500 متری اوج گرفت تا به بشقاب پرنده حمله کنه. خود آقای هوارتا میگه که من به فاصله لازم رسیدم و 64 گلوله 30 میلیمتری به سمت اون بالون شلیک کردم. گلوله ها یک دیوار آتش مخروطی شکل ایجاد کردند که معمولاً هر چرا که در سر راه خودشون قرار داشته باشه به راحتی نابود میکنن. فقط یکی از این گلوله ها کافی بود که به راحتی یک دیوار بتونی رو در هم بشکنه و یا یک اتومبیل رو منهدم کنه. اما این 64 گلوله هیچ تأثیری روی این شیء ناشناخته نداشت. من گمان می کردم که بالون شکافته می شه و گازهای اون به بیرون فوران می کنه. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. به نظر می رسید که گلوله های بسیار بزرگ جذب این بالون می شدن و آسیبی به اون نمی رسوندند. سپس این شی با سرعت رو به بالا به آسمان جهش کرد و از پایگاه کاملا دور شد. آقای اسکار هوارتا می گه که به سرعت خودم افزودم و شیء رو تا فاصله 500 متری تعقیب کردم. ما به شهر کامانا که به فاصله 80 کیلومتری پایگاه رسیدیم، این شی به ناگهان در آسمان متوقف شد و من مجبور شدم از کنار اون عبور کنم. با یک چرخش به راست تلاش کردم در موقعیتی قرار بگیرم بتونم بار دیگه به این بالون شلیک کنم. سیستم شلیک خودم رو روی هدف قفل کردم. آماده شلیک شدم. اما درست در لحظه‌ای که می‌خواستم شلیک کنم، این شی با سرعت بسیار زیاد بار دیگه به بالا صعود کرد و از حمله من گریخت. گویی که این شی میتونست ذهن منو بخونه. تمامی کارهایی که من در ذهن خودم تصمیم داشتم انجام بدم، اون شی با مانور خودش در هم می‌شکست. از حمله من فرار می‌کرد. دوباره دیگه همین مانور رو تکرار کردم و هر بار این شی پیش از این که من بتونم شلیک کنم به بالاتر جهش میکرد. تا این هنگام این شی به ارتفاع 14000 متری از سطح زمین رسیده بود.
آقای هوارتا تصمیم گرفت که تلاش کنه از بالا این بار به شی حمله کنه تا شی نتونه از تیر رس اون فرار کنه. اما این شی بار دیگه تا ارتفاع 19200 متری بالا رفت. این ارتفاع بسیار بالاتر از سقف پرواز هواپیمای سوخوی 22 من بود. سوخت هواپیما رو به کاهش بود. متوجه شدم که دیگه بیش از این نمیتونم به حمله ادامه بدم، لذا تصمیم گرفتم به این شی نزدیک شم تا بلکه فقط بتونم اونو بهتر ببینم. وقتی به فاصله کمتر از 100 متری این شی رسیدم، متوجه شدم این شی اصلا بالون نیست. من به شدت حیرت کردم. این شی که 10 متر قد داشت، یک برآمدگی کروی براق در بالای خودش داشت که به رنگ کرم بود، درست شبیه نیمه بالایی یک لامپ. پایین این شی یک پایه عریض دایره‌ای شکل به رنگ نقره داشت و به نظر فلزی می رسید. این شیء پرنده فاقد تمامی اجزای یک هواپیمای معمولی مانند بال، سیستم رانش موتوری، اگزوز، پنجره و آنتن بود. به گمانم این شی اصلاً سیستم رانش قابل رویت نداشت. در اون لحظه متوجه شدم که این شی یک وسیله جاسوسی کشور روسیه و یا امریکا نیست، بلکه یک بشقاب پرنده است، چیزی کاملاً ناشناخته. سوخت من تقریباً تمام شده بود. بعد از اینکه پایگاه متوجه شد که سوخت من به انتها رسیده، به من دستور عدم تعقیب و فرمان بازگشت دادند و من به ناچار به پایگاه برگشتم. آقای هوارتا میگه که این پرنده ناشناس در اون پادگان در اون روز توسط حداقل 1880 تن انسان که در پایگاه بودن دیده شده. بدنه این شی نور خورشید رو به طرز عجیبی به روی زمین منعکس می کرد. و اما مورد بعدی. بر اساس یک برگ از اسناد تازه منتشر شده سازمان CIA، یک هواپیمای ژاپنی از نوع بوئینگ 747 در تاریخ 17 نوامبر سال 1986 موفق میشه سه شیء ناشناخته رو بر فراز آسمان آلاسکا رویت کنه. اما ماجرا چه چیزیه؟ یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 در نوامبر سال 1986 کشور فرانسه رو به قصد مقصد ژاپن ترک میکنه. این هواپیما پرواز باری بود و بار این هواپیما شیشه های شراب بود. در این پرواز سه تن انسان با اسامی کاپیتان کنجو تراوچی، یک خلبان کارکشته با بیش از 10,000 ساعت سابقه پرواز، در کنار ایشون کمک خلبان تاکانوری تامفوجی و مهندس پرواز یوشیو سوکوبا حضور داشتند. هواپیما در تنظیم خلبان اتوماتیک در ارتفاع 11,000 متری از سطح زمین بود. در ساعت 5:11 عصر کاپیتان تراوچی در سمت چپ خود در دوردست و حدوداً 600 متر پایین تر از هواپیمای خود متوجه دو شیء نورانی شد. کاپیتان در ابتدا گمان کرد که این دو شیء هواپیماهای نظامی هستند. کمتر از 10 بعد در ساعت 5:18 بعد از ظهر آن دو شی به فاصله 150 متری به نزدیکی هواپیما رسیدند. کاپیتان تراوچی این اشیا را بدین گونه توصیف می کند که اون اشیا جوری حرکت می کردند که انگار در کره زمین هیچ جاذبه‌ای وجود نداره. سرعتشان به ناگهان بالا می رفت، سپس متوقف می شدند. بعد از آن با سرعتی هم اندازه هواپیمای ما پرواز می‌کردند. حرکات اونها به شکلی بود که پرواز ما حرکت موجی پیدا کرده بود. دقیقاً مشخص نبود که شکل این اشیا به چه شکله. گاهی اوقات اونها به شکل کروی دیده می‌شدند، اما از سمت دیگر هواپیما
اونها شبیه به یک سیلندر به نظر می رسیدند. هنگامی که به نزدیکی ما رسیدند، با نوری بسیار خیره کننده چیزی به مدت 3 الی 7 ثانیه تابش فوق‌العاده گرمی رو به درون کابین ما تاباندند. این تابش به قدری گرما داشت که برای لحظاتی ما حتی عرق کردیم. بعد از 5 دقیقه این دو شی پهلو به پهلوی ما به مدت 10 دقیقه در کنار ما حرکت می کردن. هنگامی که با برج مراقبت تماس گرفتیم، برج مراقبت هیچ گونه شیعی رو به روی رادار خودش به جز پرواز ما مشاهده نمی کرد و جالب این بود که رادار هواپیمای ما هم این دو شی رو مشاهده نمی کرد. هنگامی که به نزدیکی روشنایی‌های شهر رسیدیم، این دو شی دست از تعقیب ما برداشتند و ناپدید شدند. بعد از دقایقی یک شی غول‌آسای غول‌پیکر که شبیه به یک گردو بود در پشت ما به ناگهان ظاهر شد. این شیء غول‌پیکر رو برج مراقبت و رادارهای زمینی توانستند در رادار خود ببینند. برج مراقبت مداخله ارتش رو پیشنهاد کرد تا ما به سلامت به مقصد برسیم. به همین سبب یک فروند هواپیمای جنگنده به دنبال ما به راه افتاد. هنگامی که به نزدیکی پرواز ما رسید، ناگهان اون شیء غول‌آسا در آسمان محو شد. در دسامبر 1986 کاپیتان تراوچی ماجرای این پرواز خودش رو به گوش خبرگزاری کیودو در ژاپن رسوند. پس از این کار هواپیمایی ژاپن به سرعت وارد قضیه شد و ایشون رو از پرواز منع و پشت میز نشین کرد. همچنین ایشان ممنوع المصاحبه شد. سرانجام کاپیتان تراوچی به دلیل زوال عقل بازنشسته شد. اما بر اساس این برگ از اسناد سازمان CIA متوجه میشیم که کاپیتان تراوچی در تمامی این مدت حقایق رو میگفته و ماجرای پرواز 1628 ماجرای واقعیه و خیالی نیست. بر اساس این سند از مجموع اسناد سازمان CIA گزارش داده شده که در تاریخ 7 فوریه سال 1967 دو گوی درخشان فلزی در یک مزرعه در کشور مکزیک سقوط می‌کنند. ماجرا از این قراره که هنگامی که صاحب مزرعه قصد گشت‌زنی روزانه خودش در محوطه مزرعه شو داشت، به ناگهان متوجه میشه که یک گوی درخشان بزرگ فلزی در داخل مزرعه اون سقوط کرده. چند قدم اونورتر ایشون یک گوی فلزی دیگر رو هم پیدا میکنه. اون گوی دوم تا کمر در درون خاک فرو رفته بود. بزرگی این گوی فلزی به اندازه نصف یک دستگاه ماشین فلوکس واگن گزارش داده شده. دقایقی پس از کشف این دو گوی کروی بسیار بزرگ، بلافاصله اون مزرعه دار با شهرداری منطقه خودشون تماس میگیره و موضوع رو به اطلاع شهردار میرسونه. نیم ساعت پس از اطلاع شهردار از این موقع، شهردار به همراه چند نفر دیگه برای دیدن این دو گوی کروی درخشان به مزرعه این شخص میان. هنگامی که شهردار با تنی چند از همراهانش به اتفاق کشاورز به منطقه سقوط میرسن، متوجه میشن که یکی از این دو گوی کماکان در حال حرکت کردنه. انگار که کسی یا چیزی در داخل این گوی رو به حرکت در میاره. در تحقیقات نخستین مشخص میشه که جنس این دو گوی کروی از پلاتین بسیار درخشانه. یکی از این دو گوی کروی به صورت نیمه در زمین مدفون شده بود. مهندسانی که به همراه شهردار به منطقه سقوط این دو گوی اومده بودند، در گزارش نهایی خودشون این دو جسم کروی رو زباله فضایی توصیف میکنند. بعد از اون خبر کشف دو گوی ناشناخته سرانجام به گوش رئیس جمهور وقت مکزیک آقای گوستاو دیاز
اورداز میرسه. آقای گوستاو دیاز اورداز رئیس جمهور کشور مکزیک از سال 1964 لقایت 1970. این رئیس جمهور مکزیک یکی از علاقمندان به اشیاء ناشناخته پرنده در سالهای ریاست جمهوری خودشه. هنگامی که خبر این دو شی به گوش رئیس جمهور کشور مکزیک میرسه، رئیس جمهور مکزیک به وسیله یک نامه محرمانه از سازمان ناسا درخواست میکنه که یک تیم رو برای شناسایی این دو شی به کشور مکزیک بفرستن. بر اساس این برگ از اسناد سازمان CIA، بعد از درخواست ریاست جمهوری کشور مکزیک، اون دو شی از ازای خارج و به اردوگاه نظامی شماره 1 در مکزیکو سیتی برده میشن. در گزارش ابتدایی سازمان ناسا اعلام میشه که این دو شی احتمالاً دارای نیتروژن و اکسیژن در داخل خودشون هستند و بخشی از زباله‌های فضایی هستند. اما در همون حال کارشناسان کشور مکزیک اعلام میکنن که چنانچه این دو شی زباله‌های فضایی باشند میبایست سراسر سوخته باشند. این در حالیه که این دو گوی درخشان پلاتینی به هیچ وجه آسیبی ندیده بودند و کاملا تمیز و براق بودند، تا اینکه سرانجام از کشور مکزیک خارج و به ایالات متحده آمریکا برده میشن. نکته جالب و کاملا عجیب این ماجرا اینه که چند ماه بعد از اینکه این دو گوی وارد کشور آمریکا میشن، در سال 1968 به ناگهان آقای لیندون جانسون رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا درخواست بسیار عجیب و ویژه‌ای رو از رهبران کشورهای جهان میکنه. آقای لیندون جانسون از رهبران کشورهای جهان تقاضا میکنه که چنانچه در کشور اونها گویهای درخشان و یا هر جسم ناشناخته فرازمینی سقوط کرده، بلافاصله ایالات متحده آمریکا رو در جریان قرار بدن. این برگ از اسناد منتشر شده سازمان CIA به ما نشون میده که یک بار دیگه آقای لیندون جانسون این بار از سران ناتو این درخواست رو میکنه و از اونها میخوادش که چنانچه هر شیء پرنده ناشناسی در کشور اونها سقوط کرد، بلافاصله ایالات متحده آمریکا رو در جریان قرار بدن. از مجموع این گزارش ها ما متوجه میشیم که گویا تک تک رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا هر کدوم علاقه خاص و ویژه‌ای به کسب اطلاعات در رابطه با UFO ها و بشقاب پرنده ها داشتند. و اما مورد بعدی. دوستان، شاید یکی از جنجال برانگیزترین پرونده های تازه افشا شده سازمان CIA مربوط میشه به شخص آقای جان اف کندی، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا و علاقه ایشون به قضیه فرازمینی ها. بله، شاید یکی از کنجکاوترین اشخاص در ارتباط با مسئله فرازمینی ها در بین رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا شخص آقای جان اف کندی باشه. ایشون شدیداً به حیات هوشمند فرازمینی و بشقاب پرنده ها باور داشت. بنابرای یک برگ از اسناد تازه منتشر شده سازمان CIA در 12 نوامبر سال 1963، یعنی درست 10 روز پیش از ترور مرحوم جان اف کندی، آقای کندی طی یک نامه‌ای از رئیس سازمان CIA درخواست میکنه که اسناد محرمانه در رابطه با بشقاب پرنده ها رو به ایشون نشون بدن. البته علاقه آقای کندی به قضیه فرازمینی ها تصادفی و اتفاقی نبود، چون خود آقای کندی شاهد یک رویداد خارق‌العاده در ارتباط با بشقاب پرنده ها بود. مورخ امریکایی آقای ویلیام لستر که کتاب تاریخ زندگی آقای کندی رو نگارش کرده، در صفحه از کتاب خودش در رابطه با آقای کندی این چنین می‌نویسه که
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آقای کندی هنگامی که به همراه همسرش به یک سفر تفریحی با قایق بادبانی خودشون رفته بودند، برای دقایقی یک شیء ناشناخته فرازمینی در کنار قایق اینها میسته و بعد از دقایقی به سرعت ناپدید میشه. خود آقای کندی میگه که این نخستین باری بوده که تونسته یک شیء پرنده ناشناس بیگانه رو برای حدود 5 دقیقه از فاصله 30 متری ببینه. البته دلیل دیگه‌ای که آقای کندی خطاب به رئیس سازمان CIA اون نامه رو نوشته بود بسیار موجه بود، چرا که از طریق منابعش بهش اطلاع داده بودند که تعداد زیادی اشیاء پرنده ناشناس در اتحاد جماهیر شوروی رویت شده و سران اتحاد جماهیر شوروی گمان می‌کردند که این اشیاء پرنده ناشناس تکنولوژی جدید ایالات متحده آمریکا است که برای جاسوسی به کشور شوروی اومده و آقای کندی از این قضیه هراس داشت که سران کشور شوروی حضور این اشیاء ناشناس پرنده رو به اشتباه جاسوسی ایالات متحده آمریکا تعبیر کنند و این قضیه باعث بروز درگیری و جنگ بین این دو کشور بشه و آقای کندی هرگز دلش نمیخواست که در اون زمان درگیری ولو کوچک بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا رخ بده، چرا که ایشون نقشه و طرح بزرگتری در ذهن خودش داشت و اون هم رویای سفر به ماه و فتح کره ماه توسط ایالات متحده آمریکا. بسیاری از محققین بر این باور هستند که دلیل علاقه آقای جان اف کندی به فتح کره ماه شاید علاقه شخصی ایشون به ارتباط با گونه‌های هوشمند فرازمینی بوده. بر اساس این برگ از اسناد سازمان CIA متوجه میشیم که این حدث محققین دور از واقعیت چندان نبوده و دلیل علاقه آقای کندی به کره ماه رویارویی با موجودات فرازمینی بوده. چندی پیش بود که یک برگ یادداشت سوخته، یک سند نیمه سوخته به رسانه‌ها راه پیدا کرد. بعد از مدتی مشخص شد که این برگ سوخته بخشی از سندیه که رئیس سازمان CIA به گروه ماجستیک 12 نوشته. و همینطور که شما دوستان عزیزم بهتر از من میدونید، گروه ماجستیک 12 که به اختصار به اون MJ-12 هم میگن، گروهیه که از رهبران نظامی، دانشمندان و مقامات دولتی ایالات متحده آمریکا تشکیل شده. این گروه کلیه اطلاعات مربوط به ارتباط با موجودات کرات دیگر رو شخصا کنترل میکنه. این گروه سری‌ترین، اسرارآمیزترین و قدرتمندترین گروه در آمریکاست. به هیچ کس حسابی پس نمیده و در برابر کنگره، سنا و دولت مسئول نیست. در واقع این گروه اونقدر سریه که حتی به رئیس جمهور آمریکا هم اجازه بررسی و فاش ساختن اطلاعات مربوط به حیات فرازمینی رو نمیده. گروه MJ-12 رو هری ترومن رئیس جمهور سابق آمریکا با یک فرمان اجرایی تشکیل داد. دلیل تشکیل گروه MJ-12 به فرمان پرزیدنت هری ترومن موج بزرگی از حضور بشقاب پرنده ها در دهه 50 بود. اونها حتی بر فراز پنتاگون بارها پرواز کرده بودند و دلیل دیگه محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به ارتباط با موجودات کرات دیگر و وجود آنها در کره زمین بود. در اون یادداشت سوخته که به دست رسانه‌ها در ایالات متحده آمریکا رسیده بود، رئیس سازمان CIA به گروه MJ-12 در ارتباط با کنجکاوی بیش از حد آقای کندی هشدار میده. در این نامه نام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به رمز لنسر گذاشته شده بود و یک هفته پس از تاریخ این نامه پرزیدنت جان اف کندی ترور میشه. و اما مورد بعدی،
دوستان، بر اساس یک برگ از مجموعه اسناد تازه افشا شده سازمان CIA، در ماه سپتامبر سال 1989 یک شیء پرنده ناشناس درست در مرکز شهر ورونیش در کشور شوروی فرود میاد. در بعد از ظهر 27 سپتامبر سال 1989، هنگامی که گروهی از بچه‌ها در پارک یوژنی در شهر ورونیش در جنوب شرقی مسکو بازی می‌کردند، یک شیء ناشناس پرنده به ناگهان در جلوی چشم همه به روی زمین فرود آمد. پس از فرود این شیء ناشناس پرنده، دو موجود انسان نما از داخل این شیء ناشناس پرنده بیرون اومدند. در کنار این دو موجود انسان نما، چیزی که به توصیف شاهدان شبیه به ربات بود نیز دیده میشد. دقایقی پس از فرود اون شیء ناشناس پرنده و حضور اون دو موجود انسان نما به همراه رباتشون، یکی از کودکان پس از دیدن این صحنه از ترس پا به فرار میذاره، اما بلافاصله بعد از فرار این کودک، یکی از اون دو موجود انسان نما اشعه یا نوری که به توصیف شاهدان شبیه به رعد و برق بود به سمت این کودک شلیک میکنه و این کودک آنن در جا فلج میشه. بعد از این اتفاق اون دو موجود انسان نما و رباتشون به داخل سفینه خودشون برمیگردند و یک وسیله که اون هم به توصیف شاهدان نوعی دستگاه یا ربات بود رو به روی زمین جا میذارن و زمین رو ترک میکنن. بنابرای توصیف شاهدان اون دو موجود انسان نما قدی در حدود 3 متر داشتند. در صحت و سقم این ماجرا کمترین شکی وجود نداره، چرا که روز بعد همه روزنامه های اتحاد جماهیر شوروی به این موضوع مهم میپردازن. در این بریده های روزنامه لحظه به لحظه این ماجرا از زبان شاهدان گزارش شده. بعد از وقوع این حادثه اون 4 کودک که در پارک مشغول بازی بودن برای ادای توضیحات به کاگبه برده میشن. در این ماجرای عجیب محققان، روزنامه نگاران، پلیس و حتی دانشمندان هر کدوم به نوبه خودشون به این ماجرا ورود پیدا میکنن و این ماجرا رو تعبیر و تفسیر میکنن. همچنین آزمایشگاه ژئوفیزیک مسکو فرود این UFO رو تایید میکنه و کشور ایالات متحده آمریکا از طریق جاسوسان خودش متوجه این ماجرا میشه، اما دستور بایکوت خبری داده میشه و در کشور ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه بازگو نمیشه. در اسناد تازه منتشر شده سازمان CIA ما متوجه میشیم که این ماجرا کاملا حقیقی بوده و پس از گذشت 32 سال همکنون اسناد سازمان CIA شهادت به حقیقی بودن این ماجرا میده. بسیار خوب دوستان، با همدیگه قسمت 8 از مجموعه 3000 سند سازمان CIA رو دیدیم. چطور بود؟ دوست داشتید؟ عزت بردید؟ مطالبش مفید بود؟ امیدوارم که مانند همیشه این قسمت هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نظر شما در ارتباط با این پرونده های سازمان CIA چه چیزیه؟ آیا شما به هوش فرازمینی، به موجودات فرازمینی و صفاین پرنده اونها باور دارید؟ آیا شما هم معتقد هستید که بیگانگان از گذشته های بسیار دور به روی زمین ما در حال رفت آمد هستند؟ به نظر شما موجودات فرازمینی چرا به زمین ما میان و از زمین ما چه چیزی رو میخوان؟ از اینکه من تا پایان و تا انتهای این قسمت این اثر مانند همیشه همراهی کردید، منو تنها نذاشتید، بی‌معرفت نبودید، وسط را برید، یک دنیا از شما دوست عزیزم تشکر و قدردانی میکنم. ضمناً شبکه دوم من در پایان همین عرایض من برای شما لوگوی اون به نمایش در میاد.
از شما دعوت میکنم که شبکه دوم من رو هم سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله اون رو بفشارید تا چنانچه اگر روزی این شبکه دیگه در دسترس نبود شما بتونید کماکان مانند گذشته ویدیوهای ساخته من رو ببینید. حتما به شبکه دوم من برید و اون شبکه رو سابسکرایب کنید و برای اینکه بیشتر شما دوستانم از وی پی ان استفاده می کنید حتما یک پیام کوتاه در زیر یکی از ویدیوها بذارید تا یوتیوب شما رو ربات فرض نکنه سابسکرایبتون رو حذف کنه. یک بار دیگه هم از شما دوستان عزیزم تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم که به زودی روی ماه شما عزیزانم رو ببینم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد.